خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به گرانی، فشارها به دولت و کم شدن محبوبیت روحانی خواهیم گفت. و همینطور حواشی ورزش. سلام آقای بهنود. در هولوش تمام این خبرهای سیاسی و اقتصادی که از ایران میاد، اول هفته خانم فرنگیس حبیبی روزنامه نگار در تبریز در فرانسه درگذشت. بله، ایشون سالهای سال رئیس برنامه فارسی رادیو فرانسه بود و چهره آشنای مطبوعات. میخواین شروع کنیم با روزنامه ایران و مطلعی به نام اگر برجام نبود؟ بلکه موضوع مهمی رو ایران روزنامه دولت مطرح میکنه، خطاب به اصولگراها که روز به روزم تندتر میشن و هرچی الان این روزا در دنیا اتفاق میفته رو یه جوری وصلش میکنن به برجام و نتیجه‌گیری میکنن که برجام غلط بوده. یه سرمقاله خوبی داره، اگر برجام نبود و اگر FATF نباشه. بعد این حرف رو پیش میکشه که بعد از کنفرانس لهستان دوباره این حرف زده شد، تندروهای ایران حرفایی زدن در این باره و حتی گفتن که اگر برجام نبود تا حالا عربستان و سعودی و اسرائیل از صفحه روزگار محو و آمریکا هم دچار فروپاشی شده بود و خودش اضافه میکنه که البته همه جا گل و بلبل شده بود و به احتمال زیاد میتونستن بگن تا حالا ظهور آقا امام زمان هم محقق شده بود اگر برجام نبود، در حالی که اگر برجام نبود اصلا نیازی به این کنفرانس لهستان نبود، چون اونها بدون این کنفرانس و تا کنون به اهداف خودشون رسیده بودن. اگر از این دو نگاه بگذریم باید بگیم که میشه نگاه منصفانه‌تری هم داشت و اینکه استقبال نکردن جامعه جهانی از این کنفرانس ریشش توی اجماع شورای امنیت بود که بر سر برجام به وجود اومد، همون اجماعی که قطعنامه‌هایی با 15 رأی مثبت علیه ایران صادر می‌کرد. به این ترتیب دولت داره میگه که این حرکتی که اصلاح طلبا میکنن علیه، برای اینکه پولشویی رو، یعنی قانون پولشویی رو که الان هم هنوز تو مجمع نگهش داشتن، برای اینکه اون مواد تصویب شه، در حقیقت اصولگرایان، شما چون گفتین اصلاح طلبا، نه اصولگرایان، اصلاح طلبا طبیعتا نه، و اشاره میکنن به اینکه برجام هم کار بی خودی بود و بالاخره نشانه های از حرفای رهبرم توش پیدا میکنن. در واقع حرفش اینه که کاش اجازه بدن بدون این تلفن ها و پیامک های تهدیدآمیز بذارن که این لایحه FATF تصویب بشه در مجمع. بریم روزنامه شهروند رو ببینیم که اون بالا داره اشاره میکنه آقای ظریف ممنون یک پیگیری هم بکنید به این داستان، البته پایین صفحه هم مفصل توضیح داده به همین داستان وریا غفوری و علی کریمی اشاره میکنه که در سخنرانی که آقای ظریف گفتن که ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم، اینا هم گفتن که آقا مردم تحت فشارن. الان میگه که آقای ظریف یه پیگیری بکنید که در هر صورت حالا اینا نه توهینی به کسی کردن نه، خصوص بعد از اینکه پویا غفوری معلوم شدش که خواستنش بذاره. بله. یه دونه مقاله هم درباره متکدیان داشت نیست؟ بله، گزارش یعنی در واقع بیشتر یه ذره طعنه‌آمیز بود، میگفتش که باز هم دستور دادن به متکدیان کمک نکنید. چشم نقل کرده از فرماندار تهران که در گفتگو با ایسنا گفته که در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت شهروندان هستیم، اگر مردم قبول کنن که تکدیگری عمل زشت است و در دین اسلام هم نکوهیده شده به متکدیان کمک نکنن، قطعا حل این موزل بسیار سریع تره. بعد داره توضیح میده که سالهاست ما به این حرفا عادت کردیم و در عمل داره میپرسه که خب چه کاری کرده دولت یا مسئولان که در واقع حالا این کسانی که در خیابان ها هستن و اینا رو جمع آوری کنه. چون 40 سال گذشته ظاهرا یادشون رفته که وقتی که صندوق صدقات رو گذاشتن در خیابون که حالا صحبت چی که این روزا جمعش کنن، وقتی گذاشتن در تمام 40 سال، نزدیک 40 سال که در خیابان خیابان بوده، به خاطر این بود که میگفتن که به جای اینکه به افراد بدیم و عزتشون رو از بین ببریم، بهتره در این صندوقا بذاریم و بنیاد امام این کارو میکنه.
بنابراین اگر هم بخوایم بگیم که چرا هیچ کاری نکرده، ظاهرا جهتش این دولت‌های بیچاره، حالا چه دولت آقای روحانی چه دیگران، نیستن که. بله، آخرش هم میگه دیگه، میگه معلومه که از تکدیدگری دفاع نمی کنیم، ولی این 2000 تومانی های ما نه امثال ما رو فقیر میکنه نه اونها رو غنی. ولی برنامه الان به متکدیان 2000 تومن میدن، یهو رفتین یهو فکر نکنیم مثل قدیم 5 ساله. بله چش، اگه ما رفتیم 200000 تومن میدیم احتمالاً تا اون موقع. ولی برنامه نداشتن مسئولان قطعاً وضع رو از اینی که هست بهتر نمیکنه. سر این ماجرا بیاین با هم شرط ببندیم. خب روزنامه بعدی اعتماد. بگم بحثی که در اول برنامه شما گفتید، مخالفان همزمان با طرح استیضاح روحانی دارن از این صحبت میکنن که یه آلترناتیوی هم وجود داره، عمدتا نظامی است. بنابراین این نشونی ها رو که همینطور سر هم ادامه میدیم و مرکزش رو هم به حال پیداست که مشهده، اون وقت دیگه طبیعتا نظر میره به طرف آقای قالیباف که هم روزنامه های تندرو و هم روزنامه های اصولگرا و هم روزنامه هایی که به حال نزدیکترند به جناح روحانیت، اونها یه جوری در ماهای اخیر به اصطلاح مطرح نگه میدارن اسم رادیو تلویزیون هم همینطور. بنابراین این گزارشی است که داره میگه که رئیس جمهور دلواپسان از صندوق رای بیرون میاد، این سوال رو مطرح میکنه. بریم روزنامه بعدی، مستقل. به مستقل اولا که به نظرم درست انتخاب کرده که مهم در اون روز شکایتی بود که دادستان کرده از خانم سلحشوری و آقای حیدری، دو تا نماینده مجلس اصلاح طلب، حالا اصلاح طلبشون مهم نیست، به حال دادستان آمده است و از دو تا نماینده مجلس مشکل. بالاخره قوانین داریم که گرچه که وکلا در ایران مسئول از تعقیب نیستند، ولی به هر حال یه قوانینی وجود داره که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگیشون آزادن. ولی به هر حال این خبره، خبر مهم نیست. بله، یه سرمقاله هم هست از خانم فریبا عباسی، چه کسی به روحانی نمره 20 میدهد، که داره که خود آقای روحانی کرد به اینکه گفت 19 و نیم میگیریم. یه چیزی هم که گفته در مورد این صندوق های این نقدینگی مؤسسات مالیه که داره میگه که الان بیکفایتی دولت اینجاست که علارغم کاهش درآمد نفتی خودش رو ملزم میکنه به تامین نقدینگی مؤسسات مالی که جدیدترین رقبای او توسط جدیدترین رقباش تأسیس شدن، و در کل داره میگه که اگه قراره به اونا پول داده بشه که این مال باختگاه پولاشون برگردونده بشه، خب الان 6 ماه یا ماه هاست که کارگرا هم حقوقاشون پرداخت نشده. یعنی یک برنامه‌ای داشته باشین، اگر پولی هست، هزینه‌ای هست، به قول معروف سرمایه هست، خب یه به صورت مساوی تقسیم بشه دیگه. این موضوع همون موضوعی است که تا چند ماه پیش که تظاهراتی صورت می‌گرفت، معمولاً هم در داخل هم در خارج ایران با گفتن اینکه اینا مال باخته هستند، کسانی که اونجا بودن که البته مال باخته هستند، عملاً یه فشاری به دولت می آورد برای اینکه این پولای اونها رو بده و داد. الان به نظر می رسه پیشرفتی است، به خاطر اینکه کارشناس ها اصولاً در همه این مدت فغانشون از این بالا بود که چرا دولت باید این پول رو بپردازه، و در حالی که کسایی که مرتکب این خطا شدن کسای دیگه ای هستند. ولی به هر حال الان یه پیشرفتی است، این بحث جدید که از بودجه عمومی نمیشود رفتش بدهی رو که یک صندوق اعتباری درست کرده داد، در کجای دنیا هم چیزی مرسومه. بریم روزنامه رسالت رو ببینیم. روزنامه رسالت، خب روزنامه به اصطلاح مخالف دولت دیگه، قدیمی ترین مخالف دولت هم هست. یه بارم سر همین مخالفت به دستور خمینی بسته شده رسالت در سالهای قدیم، بر سر مخالفتش با دولت میرحسین و بعد با وساطت آقای هاشمی دوباره. چه سال پیشه؟ بله شما یادتون نمیاد چون متولد نشده بود. در اون زمان با وساطت آقای هاشمی برگشت دوباره، وگرنه انتشارش متوقف شد. به هر حال مقاله نوشته است که در سر مقاله اومده که ایرادی است، نویسنده تقسیم بندی کرده اعضای مجمع تشخیص مصلحت رو به نوعهای مختلف، اونایی که قبلا رأیشون اعلام کردن و این رأی سیاسی بوده، اونایی که اعتقادی بوده، اونایی که نظر ندادند ولی به اصطلاح ساکت موندن، و اونایی که ساکت نموندن. این رو همه تقسیم کرده و در حقیقت یه ایرادایی به هر کدوم گرفته، به هر کدوم از این رفتار، و معتقد است که مجمع تشخیص مصلحت که دیگه نباید تا آخرین لحظات
همطور بحث و بعد فشار و فشار از بیرون و اینا قرار بگیره، این اتفاق خوبی نیست. همزمان با اینکه اینو میگه، جالب اینه که در اون گوشه سمت چپ صفحه آقای مرتضی نبوی که صاحب امتیاز رسالت است و مدیر مرکز تشکیلات رسالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت هست، نظر خودشو اعلام کرده، میگه فضای مجمع تشخیص برای بررسی پیوستن مثبت نیست. این پیوستن ایران به FATF مثبت نیست. آره، این همون ایرادی است که سرمقاله میگیره. سرمقاله رو هم آقای محسن مهدیان نوشتن. بریم سراغ برگزیده ها، دو تا آوردین، یکی ایران جمعه و بعدی هم عصر جمعه. ایران جمعه رو ببینیم. ببین ایران جمعه، اون به نظرم میرسه که گروه جدید تحریریه روزنامه ایران دوست داشتند که یک روزنامه جمعه در بیارن، یه تلاشی هم کردن، ولی همیشه از قبل از تاریخ تا اونجا که من یادمه، 50 سالش من یادمه، روزنامه مجلات که جمعه در میادن یه مشکلی داشتن، و اون که در اون روز معمولاً میزای روزنامه فروشی دایر نیست. من یادم حیات نوع جمعه در میومد. در میومد، ولی همه این تجربه ناموفق موند به دلیل اینکه خود همین روزنامه ایران هم یه دفعه دیگه این تلاش کرده بود، ولی همیشه این میره به مبس میخوره به خاطر اینکه خب همه باز نیستن، بعضی همه باز نیستن، یعنی نمیتونه تیراژش رو از کافی توضیح کنه بین مردم. به همین جهت هم اورده در داخل روزنامه پنجشنبه ها. این دفعه مصاحبه کرده با آقای سدرزای محمدی. آقای سدرزای محمدی به خاطر اینکه برنده ویژه جشنواره شعر فجر شده امسال، اون همون کسی است که اشعار فراوونی ازش خوندیم، شاعر افغان هستن. بله، شاعر افغان هستند. محض اطلاعتون، از دوره کودکی در ایران بزرگ شده، اول مشهد بعد یزد، و از همون کودکی هم شروع کرد شعر گفتن. طبع شعری داشت که همینطور این تقویت شد تا الان یه دوره برگشت دوباره در کابل و رئیس کانون نویسندگان اونجا شد و الان در لندن زندگی میکنه. اما به نظرم میرسه که این نقش رابطه بین دوتا فرهنگ و زبان فارسی کابل و تهران رو خیلی خوب نمایندگی میکنه آسد رضا، و به نظرم میرسه که شعر رنج مدام است. سخنیسی گفته و هر جا هر شعری که میگه و هر جا که صحبت میکنه از این رنج با کمال مهربانی و عشق صحبت میکنه. در این مصاحبه هم گفته که یه دوست شاعر ولزی دارم، یه بار که در کاردیف مهمانش بودیم گفت فکر کردی همه ما شاعران از هر دیار و زبانی که باشیم چقدر مثل همیم، انگاری که یه قبیله پراکنده ایم در دنیا. آره میگم مثل همیم. و یه جوری هم داره بعدش توضیح میده که مثل هم چطوری با قول معروف این رنج مدام رو داریم میبریم. خب بریم عصر جمعه رو ببینیم. ببینید اصل جمعه رو به نظرم میرسه باید تبریک بگیم، روزنامه است که دیروز در اومد. این اولین مجله سوزامی نیست، مجله است، اولین مجله است که قراره به صورت ماهنامه در بیاد. ادبی هنریه، ادبی هنری، فرهنگ، اصولا فرهنگی است و در یک زمان در مونرال و تهران منتشر میشه. این اولین باری است که چه جالب. بله، شما اولین باری است که با یه همچین موضوعی برخورد میکنیم. به همین جهت هم کسانی توی همون صفحه اول که ملاحظه میکنیم، اول سرای صالحی شاعر هست، هرمز علی پور هست، شمس لنگرودی هست و هستند، و کسایی هم که از ایرانی هایی که در کانادا هستن هم هستن، از جمله طنز به خصوص این کارتون های افشین سبوکی رو. بله، توی صفحه طنزش مشترکه، هم علیرضا ربش هست، هم خانم رویا صدر هست که شهر در دست کوتوله ها یک طنزی است که نوشته اونجا. مجله گرچه مجله فرهنگی است، عکس خیلی خوبی است، ولی ترجمه های خیلی خوب داره. اصولا نشریه تر و تمیز است، ترجمه خیلی خوبی از رضا صراف خوندم توش، که البته جوان مترجم پرکاری است، در نشریات فرهنگی تهران هم مدام نوشته هاش و قصه های کوتاهی که انتخاب میکنه هم خوب انتخاب میکنه، هم خوب ترجمه میکنه و شبیهش بقیه آدم ها. شعرهایی که آقای صالحی و دیگه شمس لنگرودی چاپ شده، به حال نشریه خیلی ترتمیز و خوب و گرافیک خوب و کوچولو و ما هست که قیمتش هم بالاش میبینید که هم قیمتش رو 7 دلار به یک دلار به نظرم نه 7 دلار 7 دلار
و این مقدمه یک اتفاق مثبتیه. خب خیلی عالی. بریم بعدی تجارت فردا رو ببینیم از مجله هایی که آوردین. بله. و این تجارت فردا، این شماره، این قصر یخی رو که ملاحظه میکنید، این قصر یخی چرا پول آب میشه؟ مخصوص پول ایرانه. تجارت فردا مثل همه شماره های دیگرش پروپیمون هست از مسائل مختلف، اما بذارید که یک دوتاشو اشاره کنیم. یکی این که یه بحثی راجع فساد رو مطرح میکنه با آقای صادقی. آقای صادقی نماینده مجلس، میدونین خیلی پیگیر مسائل فساد دیگه، اصلا الان دیگه پیگیرترین عضو مجلس در مورد مسائل مربوط فساد آقای صادقی هست. میگه که اصولا دلیل این که موفق نمیشیم به خاطر اینکه مدام به معلول حمله میکنیم و علت رو دنبالش نمیدیم که برداریم، و مثال های خیلی خوبی میزنه. پایه این گفتگو هم رو گزارش جدیدی است که مرکز بین‌المللی شفافیت برای سال گذشته منتشر کرده. گزارشی است که مجله به درست بهش پرداخته مفصل، و توش با آمار و ارقام نشون داده که اصلا اونا چی میگن. این بحث آلودگی به فساد رو اینجا اینفوگرام شو دارید میبینید که آرشین میرسعیدی درست کرده، خیلی به وضوح معلوم میشه. اینجایی که رنگ‌های تیره است تو این نقشه‌ای که ملاحظه می‌کنید، فاسدترین کشور، فاسدترینه. اینجایی که زرد شده به اصطلاح پاک‌ترینه، که پیداست که کجاست دیگه. غرب اروپا، گزارش که در اومد معتقد بود که خیلی، حالا اینطوری نیستش که همه کشورها اصلا به اون استانداردی که قرار باشه برسن، ولی خیلی هم پیشرفتی نکردن در این سال‌ها. بله، بعضی هم میگه که این به عقب رفته. آقای سعیدیان معتقد است که عقب رفته. بحثی هم که آقای صادقی میکنه بحث خوبی است. حالا وقتی که میایم تو جزئیاتش قرار میگیریم، یه مصاحبه داره با، دارید میبینیم، محبوب فکوری کرده است با رئیس کل گمرک که تازگی هم انتخاب شده. میگه که این سال 97 یه سال متفاوتی بود برای اقتصاد، تلاطمات ارزی بود، اما مهمتر از همه از دید یک دروازه‌بان اقتصاد ایران، گمرک داره میگه، میگه مهمتر از همه این مقررات تجارت خارجی است که مدام در حال تغییر کردنه، مدام بخشنامه رو بخشنامه میاد. واقعا کسانی که یک بار گزارششون به گمرک افتاده و اصولا از چیزی به اسم نمانکولاتور گمرک خبر دارند، میدونند که هر کدوم از این بخشنامه ها که با جزئیات یا به صورت تبصره قانون بودجه مجلس تصویب میشه، این اجراش چه پیچیدگی هایی به وجود میاره و چقدر جا میده برای فساد و چقدر کند میکنه خدمات عمومی رو. این موضوعی است که بهش پرداخته مفصل، و مسئله آشفتگی که این بخشنامه ها در تجارت خارجی ایران به وجود آوردن. یه مصاحبه هم من دیدم از علی اصغر سعیدی، جامعه شناس، که درباره اینکه وزیر نفت گفته که راهی جز افزایش قیمت بنزین نداریم، یا سهمیه بندی باید بکنیم یا این. چیزی که آقای سعیدی اشاره میکنن توی این مصاحبه که به نظر من جالب بود اینه که میگن که ما همیشه در کشور ما همیشه درباره ضررهای پایین نگه داشتن قیمت سوخت بسیار در حوزه عمومی صحبت شده، ولی درباره سود حاصل از بالا بردن قیمت سوخت به مردم چیزی گفته نمیشه و روشن نیست میزان درآمدی که دولت از این افزایش قیمت به دست میاره صرف چه کارهایی خواهد شد. جزئیات این سیاست ها روشن نیست و همین مسئله باعث شده که اعتماد مردم بیاد پایین. یعنی یه موضوع فرعی، حالا که شما نزدیک شدید مسائل سوخت، بگم این مسئله اقتصاد بدون نفته که سالها خیلی دربارش زده میشه. 40 ساله که دربارش، حالا 40 سال دقیق نیست چون رهبر اولیه جمهوری اسلامی به این مسائل نمیپرداخت، ولی آقای خامنه‌ای دست کم 25 سالی که میگن این حرفو، و هی هم میاد توی این بیانیه ها و توی سنت های بالادستی منعکس میشه. این یه تاریخچه ای داره، این از قدیم الایام بوده. فقط کافیست نظر بگیریم که دو بار در تاریخ معاصر ما، یعنی بعد از اینکه نفت وارد شده، دو بار شده است که بودجه بدون نفت بسته شده. یه بار در دوره رضا شاه بوده چند روز، یه بار هم دو ساله دکتر مصدق. همین. و بامزه اینه که این هر دو دفعه تلاشی که حکومت مرکزی کرده، یعنی چه رضا شاه کرده چه دکتر مصدق، منجر شده این که بریم یه آدمی رو بیاریم که بهترین آدم دنیاست، و این آدمو پیدا کردن.
دکتر شاخت بوده. دکتر شاخت اون آلمانی فوق‌العاده است که اقتصاد بعد از جنگ جهانی اول آلمان رو تکون داد و بعد هیتلر انتخابش کرد و بالاترین بهش گفتن جنرال اقتصاد هیتلر گفت و هیتلر تمام سرنوشت اقتصاد آلمان رو داد دست او. این آدم ولی بعداً توی نورنبرگ تبرئه شد، در حالی که یکی از بالاترین سمت‌ها رو در دوره هیتلر داشت به خاطر تخصصش. همین آدم رو بعد از جنگ جهانی هم که رفته بود کنار، دیگه 70 سالی شده بود، دکتر مصدق هم او رو خواست و او هم اومد. و بامزه این است که به خصوص در دوره دکتر مصدق که اومد، باور نکردنی است که اشاراتی میکنه که دقیق اون چیزیست که امروز اقتصاد ما گرفتار شده. میگه آب به اندازه کافی ایران نداره و عجیبه در این فاصله 40-50 ساله دست کم ما نشنیدیم که دولت مردان این حرف رو بزنن که الان گرفتاری که مملکت شده. دکتر شاخ در سال 31 اینو گفته، گفته به این دلیل به کشاورزی خیلی نباید تکیه بکنین. همین حرفی است که الان زده میشه به شدت بعد از ماجرای واسه، و اینم جزء به اصطلاح پیشینه کار آورده است. خب عالی، بریم بعدی صدبرگ رو ببینیم. اولین کنسرت سینمایی رو در ایران اکران میکنیم از قول آقای یعقوب قفاری. بله، آقای قفاری کارگردان هستن، دو سه تا فیلم هم ساختن. تو مصاحبه که باشون میشه اولین کنسرت سینمای ایران رو اکران میکنیم، این یه ذره من شما رو گیج میکنه. شما هم پرسیدین کنسرت سینمایی چیه، در حقیقت منم برام سوال پیش اومد که آدم میرن سینما فیلم ببینن. آره، بعد معلوم میشه که خلاصه حرفشون اینه، این چیزی که میگن کنسرت سینمایی اینه که من فیلم های طنز میسازم برای شادمانی مردم که توش از موسیقی استفاده میکنم، موسیقی مجاز. پس بنابراین ایشون فیلم های ساخته است که جز فیلم های مشهور و پرتیراژ شهر تا اونجا که من میدونم نبوده. ایش کدوم موزیکال هم نبوده بلکه از موزیک استفاده شده. به حال اسمش شده کنسرت سینمایی. اما به طور کلی صدبرگ، صدبرگی که در ابتدای انتشارش بود نیست، غیر از اینکه کم حجم شده، به نظر میادش که در دوره ما وقتی که میخواستیم این مجله رو به اصطلاح پر کنیم صفحاتش رو، میگفتن که به دارالمعارف رجوع کرده. یعنی الان احتمالا میگن به ویکی‌پدیا. بله، میگن که به رفتی تو اینترنت و تو اینترنت. بعضی از صفحات مجله پر شده بود با یه گزارشی داشت مثلا درباره فیلمایی که 100 میلیون فروختن بعد از مثلا 1945 تا حالا، اینا کدوم فیلم هاست و اینا، یادآوری فیلم های تاریخی که به هر حال به سادگی در اینترنت میشه خوند. مجلات توقع میره برای اینکه موقعیت خودشون حفظ کنند از اینترنت استفاده نکنند، بلکه خودشون تولید کننده باشن. حالی بریم دعوات رو هم ببینیم. دعوات روزنامه است، دو هفته نامه است. بله، دو هفته نامه است، در رشت منتشر میشه و اونجا داریم سرمقاله صاحب امتیازش رو میخونیم که تیترش چیه؟ من از دور نمیبینم. از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست، بله. درباره شهر رشته. شهر واقعیش این استش که رشت از نظر فرهنگی مثل این که 7 ماهه که شهر شهردار نداره. بله، یه مقداری شهردار نداره. این به شهردار نداشتنش اعتراض میکنه، میگه بعد از اینکه استفاده داده است شهردار قبلی. دو تا عکس که دارید میبینید که از هر دو از میدان مرکزی شهر رشت هست، یادآور میکند سابقه تاریخی رشت. رشت شهر فرهنگی بزرگی، شاید کمتر کسی بدونه اولین تئاتر در ایران اول بار توی رشت توسط یک روحانی رو سحنه رفته. شهر شادیه. بله، برخیر شهر شمالی است و مسئله محیط زیست برش بسیار مهمه. این نشریه هم به نظرم نشریه خوبی است. حالا دو هفته نامه بهتره که هفته نامه بشه کم کم به زودی. صفحاتی راجع به فرهنگ و شعر و اینها هم داره. در این حال اون وسط می‌بینید که با آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه هم رجوع میکنه، یعنی خطاب به او هم حرف میزنه. میدونید چرا دیگه؟ بدنی میگه که الان وقت گلایه از مردم نیست، وقت حل کردن مشکلات. چرا با آقای نوبخ گفتگو میکنه؟ به خاطر اینکه آقای نوبخ هم رشتیه و قبلا هم یه دوره بخواد همشهریشو بالاخره همشهری رو حق داره که مخاطب قرار بده. عالی. کارتون آخر رو ببینیم از احسان گنجی.
من این کارتون رو که دیدم یاد یه ویدیوی افتادم، یکی دو روز پیش در اومد توی این فضای مجازی خیلی پخش شد، توی شیراز توی هایپر مارکت فکر میکنم اگه شما نکنم، یه ها مردم شروع میکنن، هایپر استار مردم همینطوری یه ها شروع میکنن دویدن، بعد معلوم میشه که اینا یه جایی داره گوشت ارزون قیمت میده و اصلا یه جمعیت عجیبی. بله. اینم خرید شب عیده و صف و... صف الان دوباره شده مسئله، طبیعتا وقتی بخواد مسئله حساس بشه اول کارتونیستا و طنز نویسا متوجهش میشن. هفته گذشته بهش فراوون پرداختن، یعنی دوباره اومده است از گرانی زری جلو زده. حسام ایدری هم توی شهروند در فواید صف نوشته بود که بنا به آخرین اخبار علمی فرهنگی ایستادن در صف برای خرید مایعاتج عمومی تاثیر زیادی در سلامت و بهروزی افراد داره. چند دانشمند جوان ایرانی که کلا در مورد همه مسائل تحقیق میکنن به تازگی دریافتند انسان‌هایی که بیش از دیگران در طول زندگی خود در صف گوشت و پنیر و روغن ایستادند از زندگی سالم‌تری برخوردند و کمتر به بیماری‌های عفونی، سرطان، درد بی‌درمان دچار می‌شوند. بنابراین تحقیقات مفصل که این دانشمندان انجام دادن، افرادی که بیش از دیگران، از جمله آقا آخرین نفر شما این، یا اینکه من پشت سر اون آقا بودم رفتم ماشینم پارک کنم بیام، از زندگی خودشون استفاده میکنن، کمتر به افسردگی دچار میشن. والا طنز آدم خندش میگیره ولی تلخ هم هست، یاد آدم دوران جنگ و اون صفای عظیم و طویل میفته که همینطوری برای همه چی باید دنبال همه چی بودیم دیگه. درصد ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما برای شما بازه، نظرات انتقاداتتون درباره همه برنامه های بی بی سی رو برامون بفرستید. راه های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.